مدیریت چی داره میگیم که غلط؟ به بچه هامون میگیم غذا رو لباست نریزی، زمین نخوری، گلدون رو نشکنی، نیفتی. خب عوضش کنیم، مثبت بگیم. انقدر منفی 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 منفی. بچه هامونو میشینیم رو تاپ. مامانای ایرانی انقدر با نمکن، همشون، همتون از دم، هرچی مامان اینجاست با نمکن. بچه هاتونو میشینیم رو تاپ تاپ تاپ. عباسی خدا منو، مگه خدا مردم آزار کسی رو بندازه؟ چه حرفیه میزنین؟ بعد کاش که همینو میگفتین، تاپ تاپ عباسی خدا منو نندازی، اگه منو بندازی. یعنی تو اصلا مشکوک به انداختنی، اصلا معلومه گیر دادی بندازی. اگه منو بندازی بغل مامان بندازی، حالا مثلا با خالش رفته بغل خاله بندازی. یعنی ببین تو که مشخصا میندازی، خب چرا گیر دادی تو خاکا بندازی؟ نشونه گیری کن بغله. این پرت و پلاها چیه میگیم آخه؟ ما داریم به بچه چی یاد میدیم؟ اینکه خدا می اندازد. و این بچه مدام، دختره تو کنکور قبول نشده بود، اومده بود به من میگفت خداتونم مال خودتون. گفتم خب حالا باش مال خودمون، ولی چرا حالا؟ من کنکور قبول نشدم. گفتم خب خدایی که بنده قبولی کنکور قبولش داری اصلا ولش کن، این خیلی علکیه. این هر وقت زمین بخوره چپ چپ به آسمان نگاه میکنه. از اون بچگی هم مینداختی تو. من وقتی بچه ای رو تاب میدم میگم تاب تاب عباسی خدا جونم چه نازی چه نازی، نه منو نندازی. بابا خیلی نازه، خیلی نازه این خدا. خدایی که اول هر سوره قرآن میگه من مهربونم، هر سوره رو باز میکنه من مهربونم، من به همه تون لطف میکنم، خیلی نازه. میریم عیادت مریض، خدا بد نده بابا، این عجب خدایی. بچه ها رو که از روی تاب میندازه به آدم گنده هم بد میده. سوره نساء آیه 79، هر بدی که به شما میرسد از جانب خود شماست، خدا به کسی بد نمیدهد. سوره شورا آیه 30، هر مصیبتی که به شما میرسد دستاورد خود شماست، خدا به کسی مصیبت نمیدهد. برین بخونین قرآن رو، آشتی کنین با کتاب خدا. من نه به کسی بد میدم نه به کسی مصیبت میدم، تمام بدها و مصیبتها مال خودتونه. آقای فرهنگ ببخشین، امتحان الهی چی میشه؟ امتحان الهی که بد و مصیبت نیست، امتحان الهی خوبه. به ابراهیم میگن میخوام بندازیم تو آتیش. به امتحانای الهی هم در این دوره میرسیم، ولی اینو بدونید که ما باید گویشمون رو عوض کنیم. به جای اینکه بگیم خدا منو نندازی بگیم خدا جونم چه نازی. به جای اینکه بگیم به مریض خدا بد نده چی بگیم؟ خدا سلامتی بده، ماشاءالله از دیروز حالتون خیلی بهتره، نه آب همچین اومده زیر پول، لپاتون گل انداخته ماشاءالله. میگه منو میگی؟ آره. گویشمون رو عوض کنیم، نگاهمون رو عوض بکنیم. این مشکل ما هم که آقای فرهنگ دیگه حل نمیشه. میدونی کمرم شکست؟ میدونید ما وقتی میگیم مشکل، اتوماتیک ذهن ما موضع میگیرد؟ چون مشکل انگار چیزیه که بعد باهاش بجنگیم. خب بگو این مسئله من به امید خدا یواش یواش داره حل میشه. عبارات تأکیدی یواش یواش داره حل میشه. ما وقتی میگیم مسئله، ذهن ما بلا فاصله میگه مسئله چیزیست که راه حل دارد. وقتی میگیم مشکل، ذهن ما میگه اوه 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 مصیبت. گویشمون رو عوض کنیم. خود ما باعث میشیم که درون ما یه بازخوردهایی رو برای ما داشته باشد. بریم تو خماری یا بشاش بگیم درستش میکنم. گویشمون رو عوض بکنیم. داد نزن، فراموش نکنی، یادت نره، بد نیستم، اگه بتونم، ای روزگار نامراد. اینا همش غلط. گویشمون رو عوض بکنیم. داد نزن،
چی بگیم به جاش؟ آروم باش، آروم باش. اصلا همین که اینجا میشنوه آرامش، ما با این کلمه حالت خوشی داریم نه؟ ولی حالا داد نزن، داد نمیزنم. پس چی کار میکنی؟ هیچی، عربده میکشم. یه چیزی بگیم که اینجا درست موزه بگیره، داد نزن نه، آروم باش. یادت نره ها، اوتوماتیک داری بهش میگی خیم باش. یادت نره، خب یادت باشه، نه یادت نره. میریم یادت مریض، هنوز خوب نشدی؟ آخی آره دیگه، فکر کنم ملک الموت همین وراست. هنوز خوب نشدین چیه؟ بگو بهترین. ای روزگار نامراد، چه زمونه خوبیه نه؟ میتونیم اینا رو عوض بکنیم.